درود به همه شما همراهان خوب کانال روزنامه ورزش، خیلی خوش اومدید. بعد از برد ایران مقابل قطر واکنش‌های جالبی رو در فضای مجازی دیدیم. مثلا استوری انتقادی کریم انصاری فرد به سیانکی که چرا میذارن گزارش کنه و چطوری با این سطح از آگاهی مدرک مربیگری داره. مهدی طارمی هم بعد از انتشار استوری انصاری فرد ازش حمایت کرد. فرهاد مجیدی هم با این استوری از تیم ملی حمایت کرد. اکرم عفیف ستاره قطر هم از ترس حمله هواداران ایرانی صفحه اینستاگرامش رو به حالت خصوصی درآورد. نتیجه عالی برای فوتبال ایران، به شما افتخار میکنم. استوری جوزه مورایس پس از پیروزی تیم ملی برابر قطر. باشگاه فولاد خوزستان که علی نعمتی مدافع تیم ملی ایران رو در اختیار داره با انتشار این پوستر پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران مقابل قطر رو تبریک گفت، ولی جرأت نکرد به دروازه‌بان ازبکستانیشون تبریک بگه. انصافا هیچ کس فکرش رو هم نمی‌کرد تیم ملی بتونه با این تعداد گل حریفش رو شکست بده. کلا غیر قابل پیش بینیه. اون نمایش ضعیف جلوی قرقیزستان و ازبکستان باعث ناامیدی اکثر ماها شده بود. ولی در حالی که خیلی‌ها منتظر یه نمایش ضعیف دیگه بودن، اینطوری همه رو غافلگیر کرد. تا دقیقه 25 یا 30 هم بازی ایران زیاد تعریفی نبود. اما دو گل نیمه اول زد، دو گل هم نیمه دوم. نیمه دوم که میتونستن دو سه تا دیگه هم بزنن. اگه خاطرتون باشه توی جام ملت‌ها هم اینطوری بودن، یه بازی ناامیدکننده و یه بازی فوق‌العاده. مثلا قبل از بازی ایران و ژاپن خیلی‌ها فکر می‌کردن ایران جلوی ژاپن تحقیر میشه، اما ایران بازی فوق‌العاده‌ای رو به نمایش گذاشت. این صحبت‌های قلعه‌نویی هم نمیذاره بهش انتقاد نکنیم. ایشون توی بخشی از صحبتشون گفتن که بارسا با ژاوی خواست جوانگرایی کنه. الان ژاوی کجاست؟ چی شد؟ باید آروم آروم جوانگرایی کنیم. در حالی که باید میگفت بارسا الان کجاست و چی شد؟ مهم اون نتایج تیمیه، نه نتایج یه شخص. مهم بارسلونا بوده که ژاوی طی حضور همین دو سال تونست یه نسل خیلی خوب رو به تیم بارسا تزریق کنه. تازه قهرمان لیگ هم شد، بدون افتخارم نبود. مهم نیست الان ژاوی کجاست، مهم اینه که الان بارسلونا وضعیت خوبی با مربی جدید و بازیکنان جوانش داره. این بازیکنان جوانی که داره دستاورد همون ژاوی بود که با سیستم بارسلونا کاملا آشنا بوده. اما دستاورد امیرخان قلعه‌نویی چی بوده؟ بهترین زمان برای قهرمانی آسیا رو به راحت ترین شکل ممکن از دست داد. این همون قطری بود که جام ملت‌ها ما رو کنار زد. دیدید خط دفاعیش چقدر شکننده بود؟ جناب قلعه‌نویی بارها گفتن باید با شیب ملایم جوانگرایی کنیم. اگه منظورشون همین دو سه دقیقه بازی دادن به جوونامون باشه، همینطوری پیش بریم، فکر کنم یکی مثل حسین نژاد وقتی میخواد خدافظی کنه کلا 100 دقیقه هم بازی ملی نداشته باشه. اینم اضافه کنم که لوپز سرمربی قطر اعتراف کرد که ایران خیلی بهتر از ما بود، که کاملا مشخص بود. انجام دادن که واقعا خیلی عالی بود و با انرژی وارد زمین شدیم. خب دیدید یکی از فکر میکنم به نظر من بهترین بازی‌های چند سال اخیر تیم ملی بود. موقعیت‌های زیاد، بازی خیلی زیبا، واقعا دیگه قطر مغلوب شد دیگه واقعا با شرایط. و امیدوار هستم که ما بتونیم تو دو تا بازی آینده که کره شمالی و قرقیز هم اصلا تیم‌های دست و پا بسته این نیستن، بتونیم حتی اکثر امتیاز رو بگیریم و انشالله دیگه. خودت حالا خودت دو سنگیدمو گذاشتن. چیزی که تو قلبم هست بخوام بگم اینه که واقعا جای تاسف داره که ما نمیتونیم تو کشور خودمون میزبان بازی باشیم. شما تصور کنید اگر بازی تو استادیوم آزادی با حضور 100,000 تماشاچی برگزار میشه چقدر زیباتر بود، چقدر حس و حال خوبی به کشورمون میومد. با 4 گل اگه ما میتونستیم تهران برنده بازی باشیم خیلی بهتر بود، ولی خب اماراتی هم هر کاری که میتونستن انجام بدن برای ایرانی ها انجام دادن که تشکر. آقا اکرم خفیف شده بود دیاره، سعی داشت بازی رو به جنجال بکشه توی صحنه با مهدی طارمی هم میخواد درگیر شو، سعی داشت بره حالا رو مغزتون به قول فوتبالی ها اون تمرکز ازتون بگیره. قبول دارین من میخواست با آقای طارمی یه چالنجی رو داشته باشه، مخصوصا با حالا مهدی و سردار که بچه ها نشون دادن که اصلا در حد اندازه های طارمی و سردار و جانبخش اینا نیست به نظر. خیلی ممنون. اما چی شد که به یه باره ورق برگشت و ما باخت 1-0 رو
به 4-1 عوض کردیم. اوایل بازی دو تیم خیلی با احتیاط و برابر بازی می‌کردن تا زمانی که قطر تونست روی اشتباه شجاع و علی نعمتی استفاده کنه و توپ رو پشت سر این دو بازیکن بفرسته برای معزلی و گل اولو بزنه. بعد از گل اول قطری‌ها قصد داشتن نتیجه رو حفظ کنن و عقب کشیدن. می‌خواستن بازیکنان ما جلو بکشن که بتونن روی ضد حملات از سرعت اکرم عفیف استفاده کنن. اما اکرم عفیف اصلاً روز خوبش نبود. بچهای ما هم به خوبی اونو مهار کرده بودن. بعدش ایران رو آورد به ارسال و شوت از پشت 18 که ارسال تر و تمیز نورافکن به سر سردار آزمون نشست و گل اولو زدیم. واقعا ضربه سر سردار آزمون بی‌نقص بود. گل دوم هم روی ارسال مهدی قائدی به عمق دفاع قطری‌ها صورت گرفت که دفاع و گلر اونا اشتباه کردن و روی تیزهوشی سردار گل دوم رو زدیم. نیمه دوم ایران بازی رو به زمین خودش آورد تا قطر بیشتر جلو بیاد. همین جلو اومدن قطر پاشنه آشیلشون بود. چون بازیکنان ما از ضد حملات به خوبی استفاده می‌کردن. چندین و چند بار توپ رو بلند برای مهاجما می‌فرستادن و موقعیت سازی می‌کردن. نیمه دوم روی همین برنامه ایران 3 تا گل زد که دو تاش آفساید اعلام شد. چند موقعیت هم روی همین برنامه از دست داد. قبل از بازی هم گفتم قطر با 6 گل خورده بعد از قرقیزستان بدترین خط دفاع رو داره که بعد از این بازی دیگه شدن بدترین خط دفاع این مسابقات. نباید با این برد شیرین و انتقامی مشکلات تیم ملی رو فراموش کنیم. البته اگه ایران در نیمه اول روی اشتباه قطری‌ها جلو نمی‌کشیدن و بهتر دفاع می‌کردن، ایران چه برنامه‌ای برای گل زدن داشت؟ هنوزم ایران در بازی ترکیبی ضعف بزرگی داره و نمیتونه با پاسکاری کوتاه و ترکیبی موقعیت ایجاد کنه و در برابر قطر با بازی مستقیم ضد حمله و سانتر تونستن به گل برسن. قطعا مقابل تیم‌های قوی‌تر مشکلات بزرگتری داریم، مخصوصا اگه اون تیم دفاع فشرده‌ای داشته باشه و با این شیوه ایران نمیتونه موقعیت جدی ایجاد کنه. 19 بازیکن که در دوره قلعه‌نویی ملی پوش شدن که بیشتر اونا الان دعوت نمیشن و اکثرا سن بالایی داشتن: حسین پورحمیدی، حسین مرادمند، محمد دانشگر، علی نعمتی، آرمین سهرابیان، سامان فلاح، امین حزبابی، میلاد زکیپور، آریا یوسفی، علیرضا علیزاده، محمد کریمی، سعید مهری، محمد قربانی، محمد جواد حسین نژاد، شهریار مغانلو، رضا اسدی، شهاب زاهدی، محمد رضا آزادی، جواد آقای پور. بریم سراغ خبرها. باشگاه استقلال تا امشب به پیتسو موسیمانه وقت داده پاسخ نهاییش رو بده. اگه موسیمانه پاسخ منفی بده، دو گزینه برزیلی و یه اوروگوئه‌ای روی میز مدیران استقلاله. بعضی از رسانه‌ها از قطعی شدن سرمربیگری این مرد آفریقایی خبر دادن و رسانه طرفداری نوشت مبلغ قرارداد استقلال با موسیمانه 1,200,000 یورو به علاوه پاداش خواهد بود. علاوه بر اون قرار 4 دستیار خارجیش رو هم به همراه خودش بیاره. الکسیس گوندوز دروازه‌بان پرسپولیس با نمره 9.3 بهترین بازیکن هفته 4 مقدماتی جام جهانی بخش آفریقا شد. او در هفته 4 مقدماتی جام جهانی هم در تمام قاره‌ها به عنوان بهترین دروازه‌بان انتخاب شد. گفته میشه سعید صادقی به دلیل بی‌انضباطی از تمرینات پرسپولیس کنار گذاشته شده و به احتمال زیاد نیم فصل از پرسپولیس جدا میشه. تصویری از طراحی تونل ورزشگاه آزادی که مسئولین مجموعه ورزشی آزادی قول دادن به زودی به همین شکل طراحی میشه. درآمدزایی 800 میلیونی کمیته انضباطی از هفته 7 لیگ برتر. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جرایم تیم‌ها و بازیکنان رو در هفته 7 لیگ برتر اعلام کرد که بر اساس اون باشگاه‌ها و بازیکنان در مجموع 830 میلیون تومان جریمه شدند. طبق برنامه جدید اعلام شده از سوی FC دیدار دو تیم روشن تاجیکستان و تراکتور ایران ساعت 19 به وقت محلی، 17:30 به وقت ایران در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار میشه. پیش از این قرار بود این دیدار در ورزشگاه کلوب آرنا برگزار بشه. اورونوف امروز در تهران. به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، اوسون اورونوف ستاره ازبک پرسپولیس که برای حضور در اردوی تیم ملی کشورش راهی ازبکستان شده بود، با تصمیم گاریدو امروز به تهران برگشته. اورونوف که عصر امروز وارد تهران شد، قرار زیر نظر کادر پزشکی آخرین معاینه‌های پزشکی را انجام بده تا وضعیتش مشخص بشه. پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس بسته شد. پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس که در چند وقت گذشته با پرونده‌های بین‌المللی از جمله شکایت شیخ دیاباته، نبیل باهویی و لئاندرو پریرا مواجه شده بود، طبق اعلام فیفا بسته شده. نامه بسته شدن پنجره پرسپولیس چند روز پیش به این باشگاه ارسال شده، اما تا این لحظه مسئولان این باشگاه این موضوع را اعلام نکردند. باشگاه پرسپولیس پس از دریافت نامه فیفا مبنی بر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی، در نامه‌ای از فیفا خواسته مطالبات این بازیکنان را از محل درآمدهای این باشگاه در فیفا پرداخت کنه که هنوز پاسخی به اون داده نشده. لیونل مسی شب گذشته با هتریک مقابل بولیوی تعداد گل‌های ملیش رو به 112 رسوند و از رکورد 109 گل علی دایی اسطوره فوتبال ایران عبور کرد.
اتفاق عجیبی نبود، خیلی خوشحال شدم. واکنش علی دایی به شکست شدن رکوردش توسط مسی اصلا اتفاق عجیبی نیست و خیلی از این اتفاق خوشحالم. رونالدو و مسی بازیکنان معمولی نبودن و در 20 سال اخیر روی هم 13 توپ طلا گرفتن که در مقطعی هر دو کنار هم سوپر استارهای فوتبال دنیا بودن. این موضوع باعث افتخار است و خوشحالم از اینکه کنار بازیکنان بزرگ جهان هستم. دایی که در زمان حضور لیونل مسی در بارسلونا و رونالدو در رئال مادرید به شدت از مسی و بارسلونا طرفداری می‌کرد، درباره اینکه حالا که این دو بازیکن از فوتبال اروپا دور شدن کدوم یک رو ترجیح میده، گفت هنوز هم مسی رو بیشتر از همه دوست دارم. سردار آزمون با 55 گل ملی به تعداد گل‌های ملی روماریو یکی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال رسید و در رتبه 38 برترین گلزنان مسابقات ملی تاریخ قرار گرفت. همه مدیران یونایتد رو به سطل زباله پرت میکنم. عصبانیت کینگریک از فسخ قرارداد سر الکس فرگوسن. سر الکس فرگوسن باید بتونه تا روز مرگ هر کاری که میخواد در باشگاه انجام بده. چه بی احترامی بزرگی. این قطعا یک رسواییه. سر الکس فرگوسن برای همیشه رئیس من خواهد بود و من همه آنها مدیران یونایتد رو به یک کیسه بزرگ زباله پرت میکنم. خیلی ممنون دوستان که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. اگه ویدیو رو هنوز لایک نکردید و دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید. اگه کانال رو هم سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. دم شما گرم. خدا نگهدار.